درودی گرم خدمت شما خداحافظ و گود ایونینگ اوریوان. چه حس زیبایی وقتی میتونیم شاهد ملاقات یکی از شاعران گرانقدر کشورمون باشیم با یکی از آهنگسازان معروف اتریشی. صحبت از قطعه شتنکن فرانز شوبرت با شعر بسیار زیبایی از شاهزمان سیاوش کسرایی، غزلی برای درخت. ترانه‌ای که الان من و شیرین سر شما خدمت شما ارائه میدیم نتیجه این ملاقات هست که حاصل یکی از کارهای خود منه، کارهای تطبیقی با علاقه بسیار زیبایی که به این دو هنرمند من دارم. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. قامته بلنده تمنای درخت، هموار خفت از در آغوشت آسمان درخت، قصدت پر از ستاره و جانت پر از بهار، زیبایی درخت وقتی که با تا گیسوی تو را شانه می کند، قوایی
آذربایجانی فولک سانگ آیلاچی. آذربایجانی دیگه
گاهی اوقات که من برای قدم زدن میرم طبیعت اطراف بیان، معمولاً یک باد نسبتاً شدیدی میوزه. به من یک حس خیلی خوشایندی دست میده، چون احساس میکنم که این باد منو به همه جا میبره. این باد منو به هر جا که من میخوام میبره. اولین بار که پسرم شروین که امروز منو در این کنسرت همراهی میکنه یک قطعه که برای ساز گیتار نوشته شده بود و از کشور ونزوئلا است اونو تمرین میکرد، اولین بار که من این ملودی رو شنیدم به من باز هم یک حس بسیار قشنگی دست داد. احساس کردم من همش میخوام با این ملودی بخونم. این بود که من این شعر رو برای این ترانه سرودم که امشب برای شما اجرا میکنیم. من این ترانه رو به خصوص به کسانی تقدیم می کنم که بنا به دلایلی از خانه، کاشانه، دیار خود دور افتادن و نمی تونن برگردن و این امکان بازگشت براشون نیست.
حالا از هر کجای دنیا که باشن، با آرزو و به امید این که همه بتونن یه روزی به دیار خود برگردن با آرامش خاطر، من این ترانه رو اجرا میکنم. ترانه رو اجرا میکنیم، مقصد خونه مادر بزرگه. من با انگلیسیم سعی میکنم اینو به زبان انگلیسی هم بگم. Sometimes when I go out for a walk in the nature, there's often a wind blowing. I always get a very nice feeling. I feel this wind could take me anywhere and everywhere I want. A while ago, my son Sherwin was practicing a piece for his studies originally from Venezuela. As I heard this song, I felt the same sensation of a breeze. This got me to write this song for this beautiful piece, which you will hear tonight. I want to dedicate this song especially to those who had to leave their home countries for different reasons and are not able to go back again. With the hope that all people will one day be able to visit their beloved homes and families wherever they come from, and with the hope of a standing peace and freedom for everyone in the world, peace and love. Tarane Bod. من خانه را بویم
چون دوباره بر بالهایت پروازم ده و جبر و باد، بگو که هرگز نکرده هم من ترک تو خانه.
بود.